یلا همون روز تمام مکالمات یحیی رو شنیده بود، حتی گفتگو با دکتر فکور فرمانده قبلی یحیی که به منطقه مرزی مأمور شده بود. یحیی از اونم برای اعزام کمک خواسته بود. در میان صداها آرامش و عزم جدی یحیی رو برای عملی کردن این تصمیم حس می‌کرد. آقای ریای عزیز، من فکور هستم. خوبی رفیق؟ پیغامتو شنیدم. من درخواست تو پیگیری میکنم، اما اونجور که یادم و حس میکنم به نظرم خانم شما مشکل داره با این درخواست و معمولیت شما. نزنین آقای دکتر، من اگه بخوام توی مأموریت رو تردید کنم، اولین نفری که پیش شرمنده میشم خانومه. یحیی جان، افتخارم اینه که تو با لباسایی که من برات مرتبش میکنم مشغول خدمتی. ممنونم که با من هم عقیده ای. ممنونم که فقط به فکر خودت نیستی. ممنونم که تردید نداری و نمیترسی. ازدواج با تو بود که منو کمک کرد امروز با خیال راحت بخوام که داوطلب رفتن بشم. تو داری منو میفرستی، پس تو خودت باید منو راهی کنی. اونجا که سربازی، مثل قبل بعد از اونها تعطیل میشی؟ آره دیگه، قاعدش این شکلیه. تنهایی دیگه؟ آره دیگه، تنها. از پس لباسات شاید تنهایی بر بیایی، ولی از پس تنهایی که بر نمیاد. یعنی چی؟ یعنی منم میام پیشه که تنها نباشی. اما خب شاید زود برگردم. شایدم بمونی. آره خب شدم بمونم. پس منم میام پیشت. میام. بیام. یعنی واقعا میخوای بیای اونجا؟ آره دیگه، میام پیشت تنها نباشی. اصلا درست نیست، زن و شوهر باید پیش هم باشه. آره خب. یحیی حالا وقت خداحافظی است. یحیی توی این سربازی تو داوطلب حضور تو منطقه ای شدی که اشرار و دشمن خطرناکش کردن. این رفتن تو، این داوطلب شدنت، این موضوع انقدر اهمیت داره که میشه به خاطرش از همه خانواده و آشناها دور شد. انقدر اهمیت داره که بشه با سربلندی رفت از همه خداحافظی کرد. یلدا میخواست این شجاعت داشته باشه. اون مثل یحیی که شجاعت رفتن داشت بعد میرفت. بعد میرفت و از همسر سربازش حمایت کنه. سلام، لطفا پیغام بگذارید. سلام یلدا جان، بهم گفتم برای خونه سازمانی با خودت تماس گرفتن و همه چی هماهنگه. اما خب وقتی میبینم که نمیگی بالاخره کی میای، پیش خودم میگم احتمالا منصرف شدی. عزیزم اگه منصرف شدی از من خجالت نکش، تهران بمون تا مأموریت من تموم بشه. یلا نمیتونست مطمئن باشه که یحیی مایل نیست اون به منطقه مرزی بیاد. هرچند برای یلا فرقی نمیکرد یحیی مایل باشه یا نباشه. یلا میخواست کنار همسر سربازش باشه. بذار زنگ بزنم خیالت راحت کنم، بگم که تو فرودگاه همو دارم میام. نمیذاری آدم غافل گیرت کنه سرباز. سلام، ببخشید میخواستم با پزشک وظیفه آقای یحیی ریاحی صحبت کنم. بله، چند از گوشی خدمتتون ببینم هستن الان؟ بلش کن، من هم ذوق دارم هم حوصله. باید غافلگیر شی، نباید متوجه شی دارم میام که یهو ببینی اومدم. اگرم تو کلته که منو از اومدن پشیمون کنی، مطمئن باش نمیتونی. کلافت میکنم، میگم چیه؟ نکنه زنگ گرفتی اونجا نمیخوای من بفهمم؟ من اینم و میام. سر چشم، اما به نظر
نظر من اومدن به اینجا برات سختی داره. اگه خیلی اصرار داری بیا، ولی اگه فرق نداره این چند ماه خودت رو درد سر نده. ریاهی، تا کی برای اینکه حال منو بفهمی باید کوشش کنم؟ مگه متحول نشدی؟ مگه با مفهوم توجه گیری آشنا نشدی؟ پس چرا نمیفهمی من برای اینکه پیش تو باشم و هوا تو داشته باشم تو آسمونام؟ من الان واقعا تو آسمونام. یلدا به یحیی نزدیک میشد، به زندگی با یحیی، به زندگی متفاوت و خاص و معنادار. این روزا برای یلدا روزایی نبود که هیچ کاه از خاطر ببره. اون حالا اصلا همینو میخواست، یه زندگی فراموش نشدنی. میگم خانم یلدا، شما از این آدم ها هستین که این مأموریتی بریم این شهر رو بریم اون شهر زندگی کنیم؟ وای نه، میخوایی برداری ما رو حالا خون بالا خون کنی؟ اساس به گل بکشیم؟ اتفاقا اولین بار که دیدم بهتون گفتم از این آدم ها هستی. بعید میدونم باشم. من بعید نمیدونم. البته یه اصل کلی وجود داره، اگه شما شوهر خوبی باشی احتمالا منم از این آدم ها باشم. یلدا میخواست تمام لحظه ها رو ثبت و نگهداری کنه. بعد اولین لحظه ورودش رو به محوطه خونه های سازمانی، خونه و محله جدیدش رو خوب به خاطر میزن. آقا یحیی، زودتر از شما اومدم تو این محل، حالا من میام استقبال تو. گفته بودم ازت جلو میزنم. سلام علیکم. سلام، خوبه؟ خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. ریایی؟ بله خودم هستم. خیلی خوش آمدید. ممنون. این چیز خدمت شما؟ بله. طبقه اول دست راست. خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید. با اجازتون. متشکرم. خواهد لازم ندارید؟ ممنونم. موفق باشید. خدا حافظ. یلدا حواست باشه، این اولین باریه که وارد این خونه میشی. بسم الله بگو و کلید بنداز. ممنون، لطف کردی، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای شکرت، چقدر خوبه که الان اینجا هستم. چقدر راضیم. چه خونه قشنگی، چه زندگی قشنگی. سربازی بهداری و پزشکای وظیفه‌ای که توی این خوابگاه هستن خیلی آدمای خوش رو بیان. یه خوابگاه خیلی خوشگل درست کردن. اینقدر نگران من نباشی. ببین، قبول کن که خونه‌ای که با هم باشیم از هر خوابگاه خوشگلی بهتره. حالا اگه ناچار بودی میموندی تو اون خوابگاه خوشگل، اما وقتی خودشون مشکلی ندارن که با خانواده باشی، تو چی میگی؟ یحیی، تو داری زیاد حرفایی میزنی که معنیش اینه که نیا اینجا. با یلدا اولین بار بود که رسما خونه‌داری میکرد. بله، اون یه خونه داشت اما خونه‌داری نکرده. حالا معنای خانم خانه‌دار براش فرق کرده بود. خونه‌داری براش به معنای مالکیت و داشتن خونه نبود. خونه‌داری براش به معنای اداره خونه و نگهبانی و حفظ خانواده بود. همیشه میگفتم خانوما واقعا چجوری با کدوم حوصله انقدر میرسن به خونه هاشون. هنوزم متوجه نشدم چجوری، اما الان خودم یکی از اونام که با حوصله دارم میرسم به خونه و هنوز متوجه نیستم خودم چجوری. آقای یحیی، البته عشق شما هم بی تأثیر نیست. خونه جاییه که توش خیلی میشه جشن گرفت، جشنای کوچیک. ما هم به مناسبت‌های مختلف اینجا جشن میگیریم و شمع روشن میکنیم.
وقت تماس گرفتن با یحیی بود، وقت غافل گیر کردن، وقت اعلام حضور دوباره در کنار اون بودن. الو سلام، با پزشک وظیفه آقای یحیی ریاحی میخواستم صحبت کنم. سلام خانم، رفتن مأموریت هنوز تشریف نیاوردن. آقا خواهش میکنم ببخشید که من این همه مزاحم میشم. نه خانم خواهش میکنم، اومدم بهشون اطلاع میدم. نه نه لازم نیست اطلاع بدید، بذارید هر موقع بودم باهاشون صحبت میکنم. یحیی برخی اوقات در بهداری پادگان نمیموند و به مأموریت میرفت، مأموریت هایی که گاهن سخت و گاه ساده بود، گاه امن و گاه نچندان آروم و امن. در واقع اون به منطقه مرزی اومده بود و اشرار شرایط دیگری در این منطقه ایجاد کرده بودن. یلدا اینجا منطقه مرزی فرق داره با خیلی از شهرهای دیگه. سرباز اینجا با سربازی جای دیگه متفاوته، مشخصات خودشو داره، سختیاش بیشتره. نمیتونم باهات راحت صحبت کنم، اگه میتونستم بهت میگفتم که دوست ندارم بیای اینجا، ولی نمیتونم بگم. میدونم که میخوای توی نگرانی ها کنارم باشی، واقعا ممنونم، اما توقعی ندارم. یحیی نمیخواست یلا اونو وقت بازگشت به خونه خسته و خاکی مأموریت‌های دور و مرزی ببینه. نمیخواست که یلا تو خونه تنها بشینه و چشم انتظار بازگشتون بمونه و نگرانی تحمل کنه. اینجا اتفاقاتی افتاده، اشرار از گذشته فعالتر شده، حمایت میشن و جرأت پیدا کردن. ما این روزا بیشتر مأموریت میدیم، چند تا از بچه های ما اسیر دست اونا. تو دقیقا تو روزای خاصتری داری میای اینجا. من بزیر سلامت هم میشه اینجا در دویان. نه خب یه بیست دقیقه باشی سلامت بگویا استراحت بگویا. بماند برای یادگاری. امروز اولین روز و اولین ساعت حضورم توی خونه سازمانیه. خیلی بهش رسیدم. چیزی که برام جالب بود این بود که تمام مدت که کار میکردم داشتم تو ذهنم با یحیی حرف میزدم. اما بسه، حالا دیگه وقت حرف زدن با خودشه. سلام، بفرمایید. سلام، ببخشید، میخواستم با پزشک وظیفه آقای یحیی ریاحی صحبت کنم. آی دکتر، آی دکتر، تلفن زنگ زدن باید پاده ها باشم. میدونم که اومدی، بهم اطلاع دادن که خونه رو تحویل دادن بهت، بهم گفتن چند بار تماس گرفتی، بهش نگو، حالا که اومده بذار بمونه، تا هم باید بیشتر تحمل کنی، بهش بگو خوش اومدی. الو الو الو، یلدا جان صدات خیلی قطع میشه. جا توی بود اول بگم ببینم کجاست بهتر میشه. الو الان خوبه؟ آها الان یه بهتر شد. خب یه دقیقه صبر کن بهتر شه. اینجا خوبه؟ خوب شد، خوب شد صدات. سلام یلدا جان. من رسیدم. خوش اومدی یلدا جان. البته چند ساعت رسیدم، گفتم صبر کنم ساعت کاری تموم بشه بعد بهت زنگ بزنم که بگم دیگه شبا نمیتونی بری آسایشگاه پادگان بمونی، بعد پاشو بیای خونت. منم اینجوری میتونم برات چای دم کنم، ازت پذیرایی کنم، بشینیم با هم دیگه تلویزیون تماشا کنیم. میخواستم ازت بپرسم شام چی دوست داری برات درست کنم، ولی گفتم چه کاریه، با توجه به شناختی که ازت دارم یه غذای خوشمزه درست میکنم. وقت تو شب میای به محض اینکه غذا رو ببینی میگه آفرین، دقیقا همینه دلم میخواست. خیلی سعی کردی که من نیام، اما من واقعا اومدم برای همین کارا، برای رسیدگی به تو، برای اینکه تو حال بهتری برای انجام وظیفه داشته باشی. پس انقدر نگران من نباشه، حال خودتو نگران من نکن، حال خودتو بد نکن.
اصلا منو یه سرباز وظیفه بدون که باید اینجا باشه. اینطوری فکر کنی موندن من برات راحت تر میشه. یلدا همین امروز به این پیغام دادن که دو سه روز دیگه میرم برای یک مأموریت. نوع این مأموریت رو میدونم. فقط سرکشی به پاسگاه مرزی برای چک کردن سلامتی سربازای پادگانای دور افتاده نیست. آقای دکتر ببخشید. یه لحظه میشید. آقای دکتر ببخشید. زما تلفن تو تموم شد تشریف بریم. فرمود بهتری کارتون بره. میگوید. من از اونجا خیلی خوشم اومده. فضای جالبی داره. پر از خانواده است. پر از سعی میکنم حرفاتو بفهمم. اما واقعا نگرانم که ساعتهای تنهایی تو و ساعتهایی که انتظار رسیدن منو میکشی ساعتهای خیلی سختی باشه. تو دیر یا زود حس میکنی و متوجه میشی که من چه مأموریتایی میرم. همین الانم هم یه سرباز من صدام کرد و گفت که با هم کار دارم. ثانیه اول باهاش اخت شدم. یلدا جان. جانم چیه؟ منو خواستم اتاق فرمانده ایم. حالا بذار من بعدش میام خونه من بیزور. باشه چشم. اشکالی نداره. خداحافظ. یحیی میرفت تا دستور یه مأموریت دیگر بگیره. مأموریتی که یحیی میدونست در اون احتمال خطر و حادثه بسیاره. اون همونطور که یلدا خواسته بود باید خودشو نگران حضور یلدا میکرد. باید اونو مثل سرباز موظف به موندن میدونست. یحیی هنوزم میگم رو من حساب کن. موضوع فقط تحمل ماست. باید سختی رو تحمل کرد. من دلیل برای تحمل این سختی دارم. من میدونم کجا اومدم. تو برو به کارت برس. یلدا تو انگار واقعا از من جلو زدی. اما من یه قول و قرار با خودم میذارم. به تو نمیگم اینجا نمون. اما اگه طاقت نیاوردم و گفتم که از اینجا برو، هر جوابی بدی رو میپذیرم و دیگه رو حرفت حرف نمیزنم. و بعد دیگه واقعا میفهمم که تو مثل یه وظیفه باید اینجا باشی. در ضمن ممنون که اینقدر به هم محبت داری و ممنون که اومدی به استقبال من. آقا من سلام. سلام، خوش اومدید. ممنون. رسیدم بخیر. متشکرم. راحت اومدی؟ آره خیلی خوب، بفهمه. خواهش میکنم. خونه رو دوست داشتی؟ آره خیلی، خیلی. بریم. تو فکر و نگرانه. چقدر ساکت. نمیگم، نمیتونم جلوی این همه ذوق وایسم. نمیرم جلو که صورتمو نبینه. اگه بپرسه چرا حالت اینجوریه جوابی ندارم. قول و قرار سختی با خودم گذاشتم که اگه بگی میمونم دیگه هیچی بهش نگم و فقط بگم باشه. اما نه، همین فردا میخوام برم یه مأموریت که مأموریت راحتی نیست. هر روز ممکنه برم مأموریت و نمیتونم حال خودمو پنهان کنم. یلدا این حال رو میفهمه. بهش بگو که برگرده و بره. یحیی راه گفتن به یلدا رو نمیدونست. در جای دیگه از درونش مایل بود که یلدا بمونه. به گرمای حضور اون احتیاج داشت. اما نباید اونو به خاطر خودش دچار تحمل سخت در این انتظار و نگرانی ها میکرد. نمیتونست و قدرت نداشت. یحیی قدرت نداشت به یلدا بگی که برگرد. نمیتونی بهش بگی. اما اگه تونستی جوابشو بپذیر. دوباره برگرد به قول و قرار خودت با خودت. بیا یکم حرف بزنیم. باشه حرف بزنیم. طبیعی باش. مثل یه آدم معمولی، نه یه آدم نگران مأموریت. این خونه خودش خیلی ترتمیز بود.
منم سعی کردم به سلیقه خودم میخورده همه چی رو عوض بدل کنم. لوازمش مختصره ولی به نظرم خیلی خوبه. از همسایه ها پرسیدم، میگن مسئول این خونه سازمانی های خانومه. چه بهتر، چه باید مسئولی خونه سازمانی آقا بشه با اون سلیقه هاشون برن خرید کنن واسه خونه. میدونه قبل ما اینجا کی زندگی میکرده؟ یه مهندس سرباز که با خانمش اینجا زندگی کردن، همینجا هم بچه دار شدن. تازه تولد یه سالگی بچه‌شون هم همینجا گرفتن. خوب بوده. دست شما در من. خواهش میکنم. نینی بوده تو این خونه. آخ جان. خیلی خوبه که توی خونه بچه بوده باشه. اصلا خوشم آمد از این خونه فهمیدم یه بچه قبلا اینجا زندگی میکرده. یه من میگم بریم ماشین هم ورداریم بیاریم. اینجا طبیعت داره، جایی دیدنی داره، میتونیم بچرخیم از خودمون. میخوای منو متوجه کنی که اینجا موندگاری. الان بگم برگرد قطعا میگه نه میمونم. بذار یه خورده سختی ها رو ببینه بعد میگم. تو چرا هیچی نمیگه؟ قصد ساکتی. این مردایی شدی که یه رازی دارن و مثلا زنشون حرفای قشنگ مهربونی میزنه ساکت میشن. الان تو مرده ای؟ نه الان یه چیزی میگم. خب بگو. فردا صبح من میرم پادگان، بعد خب ماموریت بمیدم، بعد اسبر میگردم. خب خیلی خب دیگه نگو. صبح میری پادگان، ماموریت میری، اسبر میگردی، منم اینجا منتظرت میمونم. اگه بخوام شروع زندگی مشترکمون رو حساب کنم، از همین امروز حساب میکنم. امروز رسما شروع شد. این خونم اولین خونه ماست. مرسی. اولین روزهای زندگی مشترک، اولین خونه مصادف شد با اولین مأموریت خطیر یحیی. چرا نمیتونم بفهمم که تو این همه آرامش رو واقعی داری یا به خاطر اینکه من آروم بشم آروم؟ حس عجیبی دارم، هم مطمئن هستم هم نامطمئن. چرا گمون میکنم تو الان میدونی که من دارم کجا میرم؟ چرا نمیتونم مطمئن باشم که خبر داری من دارم میرم یه مأموریت خاص؟ به راحتی از من خداحافظی کردی در حالی که میدیدم نگرانی. برو الان ماشین میاد دنبالت، بذار زودتر از اومدن ماشین بیرون باشی. تو رو هم بهت زنگ میزنم، نباید اونا منتظرت بمونن. برو که همزمان برسی یا حتی زودتر، این قشنگ تره. خداحافظ. داشتم امکان صحبت کردن الان ندارم، اگه چیزی بدی حالا از که آمده میخوای صحبت کنم. آره خودم. خدا خدا ببخشی هم زنه امانی دکتر لباس شخصیت من. دکتر بله. وقتی رسیدیم پاسگاه لباسای شخصی تو تنت کن. اونجا دوتا دکتر هست، شما و دکتر مددی. لباس همون که عوض کردیم، شما همراه ما میای، دکتر مددی همراه بچه عملیات میره که از ما حمایت بشه، که اگه اونجا درگیری شد بچه عملیات درگیر میشن و ما رو حمایت میکنن. جناب سرهنگ، یعنی من قرار نیست تو عملیات باشم؟ نه، دکتر مددی توی عملیات تجربهش از شما بیشتره. شما همراه من میای برای تحویل بچه ها. به پایگاه که رسیدی لباساتو تنت کن، بریم بچه هامونو تحویل بگیریم. تش.
بعد چند ماه حالا وقت این ماموریته و قراره که من توی این ماموریت باشم. ما داریم میریم برای پیروزی. همه چی قراره آروم و بدون درگیری اتفاق بیفته. اما نیروهای دیگه هم هستن که مواظب و حامی مان. اونا همیشه تو نقطه آماده هستن برای حمایت، برای درگیری و برای مبارزه. بیسیم تحبیل شما ماشین رو آباده کنیم آنیم فعلا تحبیل شما باشه گوشتو بله شما هم بریم تو ماشین منتظر باشین که بچه ها برم مستقرش هم به ما خبر میدم ما پشترشون حرکت میکنیم همین اوز؟ بله همین اوز چشم یلدا میدونم که تو میدونی کجا آمدی میدونی که اگه قرار نگران باشی باید برای خیلی از سربازایی که هر لحظه دارن یه گوشه ای جلوی یه دشمن میستد نگران باشی بله جانم هستم امیدوارم تو ماموریتتون موفق باشین همه تونو میگم ممنونم حتما همینطوره یلدا اصلا از یحیی از کموکیف ماموریت هیچ سوالی نکرد و همین بود که یحیی رو مطمئن کرد اون میدونه به کجا اومده یحیی میدونست برای یلدا سوال کردن از ماموریت ضرورتی نداره نمیدونم بعد از این ماموریت ازت بخوام که برگردی یا نه هرچند که میدونم جواب چیه دارم میفهمم که طاقت من از تو کمتره تو از من آماده تری یحیی نگاه میکرد با حسرت نگاه میکرد سربازان شجاع و آمادهی که عازم شدن برای حمایت آماده درگیری برای اینکه نقطه دیگه امن باشه همیشه همینطور در نقطه مبارزه وجود داره تا نقاط دیگر امن و آروم باشه همه از من آماده ترن همه از من سربازترن تازه اول راه هم هیچ کاری نکردم انگار فقط وقت گشتم تو دنیای خودم بودم دنیایی که اصلا بزرگ نبود آدم های زیادی رو داخلش نمیدیدم حتی یلدا رو هم نمیدیدم باید میتونستم بفهمم یلدا چه آدمیه که امروز میتونه با این همه آرومی بیاد تا پیش من بمونه اما نتونستم واقعا همه از من سربازتر بود ما تو کدوم موقعیت؟ ما تو راه رسیدن به قراری جناب سرهنگ بیسیم فقط حواسشون به کار بدون هیچ فکر اضافه به مسئولیتی که دارن بدون هیچ فکر اضافه براشون کاملا روشنه که وظیفه‌شون چیه یحیی وسایلتو دوباره بررسی کن بیشتر آماده باش ما آماده شدم مراقبش باش وقتی رسیم اینجا اسلحه بردار بیار دکتر داریم میرسیم سر قرار یکم روی خودمون اونجا هست که بچه ها رو من دارم میرم پیشش به محل قرار نزدیک می شدند در یک ظاهر عادی اومده بودند تا با سربازانی که ماها در اسارت دشمن بودن و دوباره برگردن ظاهرن همه چیز آروم بود هماهنگ و حساب شده آماده باش
هر لحظه ممکنه اتفاق تازه‌ای بیفته. اگه احتمال درگیری نبود، نیروهای پشتیبانی اعزام نمی‌شدن به نقطه حمایت. برو جلو و بیشتر مواظب باش. فرصت به دست بیاره. چند ماهی که خونه نیست، چند ماهی که توی مأموریته. من چیکار کردم تا حالا؟ توقعم از خودم کم بوده. اینجا محل کارای کوچیک نیست. کم نباید خواست، نباید کم بود. حالا اون فرصت رو به دست آورده، سربازا رو آورده تا اونا رو برگردونه خونه. حالا تا آخرین لحظه داره کار میکنه، راه رو هموار میکنه تا برگشت آسون تر باشه. تماس داخل رو اعلام کن بیرون نیان و این کسی بیرونه بره داخل. خودتون همونجا بمونید. یه پرنده غریبه داره از بالا شما رو میبینه. برو روی خط تماس داخل، منتقل کن دیدبان. چرا سرنگ؟ دیدبان میگه یه پهپاد غریبه بالا سر اینجا گشت زده. داخل بمونید، داخل بمونید. برید داخل قلعه، برید داخل قلعه. گفته بودن که اشرار حمایت میشن، بهشون خبر داده میشه. حالا وقت کار نیروهای حمایتی الان شروع میشه. بابا مصطفی بیا تو. یه زخم وجود داره و یه زخمی و تو یه وظیفه داری یحیی. تو پزشکی و یه دوست یه خودی افتاده که باید مواظبش باشی. الان نوبت توه. یحیی بلند شو، بیدار شو. من ساعتو خاموش کردم که خودم بیدارت کنم. بیدار شو که آماده شی. صدامو میشنوی؟ سرباز باید بری. بذار از اون لحظه برات بگم. از اون لحظه فقط کارم رو انجام میدادم با دقت. نه صدایی میشنیدم و نه به چیزی دیگه جز کار فکر میکردم. فقط به بستن زخم. زخم بسته شده و زخمی باید آروم دراز بکشه. حالا باید منتظر بود. صداها رو از دور میشنیدم و منتظر بودم، منتظر پیروزی.
صداها تموم شد. از دور صدا می اومد که ما می گفتن پایان درگیری، شروع پیروزی. نیروهای حمایت که مواظب ما بودن پیش ما آمدن. یکی از نیروهای حمایت یه سرباز جونش رو داد، شهید شد، سرباز بود. سربازای اسیر حالا دیگه برمیگشتن خونه. مأموریت با پیروزی تمام شد. یلدا، تو نیومدی اینجا که نگران باشی، اومدی که نگرانی رو تحمل کنی. درسته خسته است، حالا اومده خونه. اینجا جای نگرانی نیست، جای زندگیه. خونه جای زندگیه، باید زندگی کنی، باید مواظب باشی، حمایت کنی. مواظب باش، حمایت کن. یا پشت زیر پیرنت نمیدونم چی شده، خونی عوضش کن. بهش اجازه نمیدی که اون نگران تو باشه. آماده موندن باش. حرف رفتن ممنوعه. حرفایی بزن که یعنی میخوای بیشتر یا اگه لازم باشه برای همیشه بمونی. حرفایی که بفهمه چقدر برای موندن مطمئنی. یحیی جونم، ببین من میخوام ماشین بیاد اینجا، ولی یه جوری خودم نرم تهران. چیکار کنیم که ماشینو بیاریم اینجا؟ مثلا یه کسی که میخواد بره تهران با ماشین ما برگرده ها؟ آه، یعنی اگه مثلا با هواپیما رفت بگیم ماشینو رو نداره بیاره. آره آره میشه. آره راهش همین. یلده جان ببین، حقیقتش من خیلی معلوم نیست که مأموریتم تا که این طول بکشه. پیشنهاد میکنم که در وقت که میخوای بمون، اما
بعدش برو تهران، منم به محض اینکه ماموریتم تموم بشه میام. ها قبلا هم بهت گفتم زندگی مشترک ما شروع شده. یه سرباز متأهلم باید جایی زندگی کنه که همسرش زندگی میکنه. اینجا محل زندگی منه، اینجا خونه منه. صبحگاه با پرچم افراشته و در احترام و خبردار و سلام. صبحگاه سلام بدرقه سرباز شهید 19 ساله‌ای به نام امیر بود. صبح سلام به یک سرباز، صبح سلام بر امیر، سلام بر سرباز شهید. خسته ام یارو ندارم طبیب، هیچ طبیبی نبود چون حبیب. عاشق و مسکین که غریب است و زار، گر به نوازیش نباشد غریب، نباشد یک هوسم هست که در پای تو جان بدم، کوری چشم رقیب تازه در بسته نگردد ملول، از تو من الله وفت کن بسته نگردد ملود، نصر من الله وفت هم قریب، نصر من الله وفت هم قریب، نصر من الله وفت هم قریب. به تو دل